یه بازاری هم وجود داره، بازار غیر رسمی، که حالا معاملات در واقع حواله‌ای میتونه باشه، معاملات اسکناسی میتونه باشه، یا بعضن معاملات فردایی میتونه باشه که در بازار غیر رسمی است. آنچه که در واقع عرضه و تقاضای ارز تجاری رو مشخص میکنه، واردات کشور، بخش عمده مبادلات ارزی کشور، واردات کالاها در کشور رو تأمین میکنه و داره کارش به خوبی انجام میشه، اون سامانه نیماست که آمارش هم آمار قابل قبولیه. ما در سامانه نیما در چند ماهه ابتدایی سال تا الان حدوداً 32.1 میلیارد دلار معامله ارز در این سامانه انجام شده، نسبت به دوره مشابه سال گذشته که 19.6 میلیارد دلار بوده 64% معاملات نیما افزایش پیدا کرده. تأمین ارز البته عام‌تر از سامانه نیماست، مثل واردات در مقابل صادرات و غیره، که 46.5 میلیارد دلار کلاً تأمین ارز داشتیم ما از اول سال تا چند روز گذشته. در دوره مشابه سال گذشتهش 37 میلیارد دلار بوده، یعنی 26% هم اینجا ما رشد تأمین ارز داشتیم. در بازار متشکل هم 2.1 میلیارد دلار معامله در بازار متشکل بوده که سال گذشته 1.5 میلیارد دلار بوده، 45% هم اینجا افزایش داشتیم. بنابراین همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در بخش واردات کالا در کشور 46.5 میلیارد دلار، در بخش بازار متشکل که بخش خدمات هست، اسکناس هست، 2.1 میلیارد دلار. این در واقع بازارهای رسمی کشور بوده که تأمین ارز کشور رو انجام میده. اما آنچه که تحت عنوان نرخ‌های غیر رسمی ازش یاد میشه و بعضی وقتا و یا خیلی از وقتا مورد استناد هم قرار میگیره، بازاریه که عمقش به طور دقیق مشخص نیست که با چه حجم معاملاتی چنین نرخ‌هایی ثبت میشه، 10 میلیون دلار، 1 میلیون دلار، کمتر یا بیشتر. حتی در معاملات فردایی که اساساً ارزی مبادله نمی‌شود، صرفاً تسویه ریالی مبادلات انجام میشه، یعنی یه جوری شرط بندی روی نرخ است. در کانال‌های معاملات فردایی که میگن نرخ ارز فلان عدد، اصلا ارزی معامله نمیشه، شرط بندی رو نرخ ارزه. ما با تفاوت ارز به صورت ریالی مبادله میشه و معمولا هم در کانال‌های فردایی حجم معاملاتی که انجام میشه بسیار پایین هست و متاسفانه یکی از محل‌های سوء استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است که بارها و بارها در خصوص اون به هموطنانمون هشدار داده شده، که دقیقاً همین معاملات فردی است که بعضاً با سوء استفاده از ناآگاهی برخی از مردم از حساب اونها در واقع سوء استفاده‌هایی صورت میگیره که ما بعضی وقتا، حالا دوستان ما در حوزه فناوری آمار رو به ما میدن، مثلا میبینید شما یه پیرمرد مثلا 80 ساله بازنشسته چه سوء استفاده از حساب اجاره‌ای میشه. واقعا حساب‌های اجاره‌ای جزء هشدارهای جدی ماست در بانک مرکزی.